سلام و درود خدمت مسئولین عزیزم. انشاءالله صحت باشین با فامیلای عزیزتان و از گزند روزگار در امان باشین. دکتر صاحبای عزیز، لکچرهایی را که شما برتان روان کردیم، شما آموختین، با شما به تماس هستم. انشاءالله مطمئن هستم که گپای زیاد را فهمیدین، ولی به خاطر بهبودی و کیفیت درسای ما خواستم که بعض مسائل که امکانات در اینجا به دسترس ما هست، خواستم در مورد تطبیقات هم کم فوکس داشته باشیم و تطبیقات کار کنیم. اولین درسای ما اگه به یاد شما باشه، ما شروع کرده بودیم از توراکس، ابدومن و پلویک ما میخواندیم. بس اول ما در مورد توراکس بود، قسمی که من تعریف کرده بودم. شما در مورد توراکس زیاد فهمیدین. توراکس متشکل است از دیوارهای مختلف، مثلا انتریر وال، پاستریر وال و لیترال وال. یک دانه اپرچر یا یک دانه فوهه در بالا داره، یک دانه فوهه در پایین داره. دیوار قدامیش یا پیشرویش، این قسم که شما میبینین و خواندین. ما میخوایم کم زودتر بگویم که این مسائل عادی سندک است، شما یاد دارین. مسائل دیگر را بخیر زودتر برسیم. ببینین در قدام، در انتریر متشکل است از استرنوم، این استخوان را که میبینین شما، استخوان استرنوم، و همچنان از غضاروف زولی، از کارتلیج ها دیوار قدامیش تشکیل شده. دیوار جوانبیش به این ترتیب متشکل است از کوستاها یا از عضلاها، و دیوار پشت سرش قسم که شما میبینین متشکل است از فقرات. فوهه بالایی داره که روت آف دا نک، یعنی قاعده گردن تشکیل دادش، و همچنان دیوار پایینی در دی ساحه شما میبینین متشکل است از دیافراگم. ولی گپ بسیار عمده اینجا ایست که ما چیز دیگه ای را خوانده بودیم به نام توراکس کاویتی. توراکس کاویتی یعنی کجا؟ قسمت داخلی، یعنی جوف صدر یا توراکس کاویتی. ما اینا گفتیم که دو پلان، در دو پلان اینا میخوانیم. یکی اینی دیوارهایش، اینا ای ساحه که من دست میزنم امراه با ای ساحه، ای دو ساحه را نامش بود پلاورال کاویتی یا جوف پلاورا که در اینجا شش ها قرار داشت، و ای ساحه وقتی که من دست میزنم نامزی بود میدیاستاینوم. میدیاستاینوم یا به نام منصف ورش میگفتیم. دکتر صاحبای عزیز، من برتان گفتم که اگر ما بخوایم در مورد منصف معلومات پیدا کنیم، منصف ما یا میدیاستاینوم ما به دو نوع است، یکی اپر میدیاستاینوم، دوم شام است لاور میدیاستاینوم. اپر میدیاستاینوم و لاور میدیاستاینوم چی گفتیم تفاوت داره؟ ایست که اگر یک خط شما از اینی ساحه، این را که من خط کردم سیاه، نامزی چی است؟ مطمئن هستم به یادتان است، نامش است استرنال انگل یا زاویه استرنوم است. ببینید اینی قسمت بالاییش نامش است منبریوم استرنوم، اینجایش بود بادی آف استرنوم، و این بود زایفایت پروسس. پس نام زیام است انگل استرنوم. این حال شما سعی کنین، من اینجا را کم داخل اگه فوکس شد بهتر میشه، که از اینی خط که به نام انگل استرنوم است تا دیسک بین الفقری T4 و T5، یعنی به چی مانا؟ اگر ما حساب کنیم دیسکای خدا یا فقرات T1, T2, T3, T4 و T5، مثل که من دست من میگیرم این در داخل، وقتی که من دست خدای تو قرار میتم، یعنی یک خط فرضی از اینجا تا اینجا ما یک خط فرضی بکشیم، یعنی فرض کنیم یک خط باشه، از این خط فرضی اینمی جوف که در بالاست، اینم من دست میزنم، نامزی است اپر میدیاستاینوم یعنی سوپریر میدیاستاینوم، و از خط فرضی پایین اینجا که من دست میزنم در داخل، نامش است لاور یا انفریر میدیاستاینوم. گپ مهم دیگه ای بود که انفریر میدیاستاینوم ما سه پارت داشت، سه قسمت داشت، که یک شبه نام انتریر میدیاستاینوم میگفتیم، دوم شبه نام میدل میدیاستاینوم، و سوم شبه پاستریر میدیاستاینوم. سعی کنین مثلا این قلب است، این موقعیت قلب ما در این ساحه اگه باشه، اینجا من قرار دادم، شما میبینین انتریر میدیاستاینوم کجا را میگه، یعنی مربوط میشه به انفریر میدیاستاینوم. چرا مربوط میشه به انفریر میدیاستاینوم؟ چون از خط فرضی پایین تر است. ولی اینی فضا، اینا ببینین ما که با مارکر اینجا مارکر حرکت میتم، اینی ساحه را نامش است انتریر میدیاستاینوم، پشت سر قلب فضایی که است نامش است پاستریر میدیاستاینوم، و خود قلب ما در میدل میدیاستاینوم است. پس اگر ما موضوع خود را جمع‌آوری کنیم، هدف ماضی بود که دو نوع میدیاستاینوم داشتیم، یکیش اپر دیگیش لاور. از انگل استرنوم خط فرضی که بود تا دیسک بین الفقری T4 T5، بالاترش اپر یا سوپریر میدیاستاینوم، پایینترش هم انفریر میدیاستاینوم، و انفریر میدیاستاینوم سه پارت داشت، انتریر، میدل و پاستریر. قلب ما در میدل میدیاستاینوم است. این چرا به کار می آید؟
به خاطر که ما هر ساختمان را در صدر خواندیم، ما گفتم قلب مثلا در میدل میدیاستاینوم است. شما میفهمین که در حقیقت در انفریر میدیاستاینوم و پشت سر پاس انتریر میدیاستاینوم قرار داره. مثلا ما اگر بخوایم بگویم انتریر میدیاستاینوم دیوارهایش، دیوار پشوریش چی تشکیل میده؟ بادی آف استرنوم. چرا منبریوم تشکیل نمیده؟ به خاطر که از انگل استرنوم به بالاتر است. پس بادی آف استرنوم انتریر والش تشکیل میده. پاستریر والش خود قلب. سوپریر والش در حقیقت هم خط فرضی که بود. انفریر والش هم دیافراگم. اینجا اجاب عجز یا پرده که موجود میباشه نامش بود دیافراگم. ای تارگت ماده ای درس ای است که اگر شما بخواین یک مریض یک وقت سی پی آر کنین یا بخواین مساج قلبی بتین، اگر شما مریضتانه اینطور اندک اندک فشار بتین اینجا بیماناست دیگه، بجز از کسر زی دیگه کمک برش نمیتانین. پس شما باید در نظر بگیرین که از انتریر میدیاستاینوم یعنی از استرنوم تا به قلب 5 سانتی مسافه است. شما باید فشارهای زیاد اینجا وارد کنین تا که به قلب برسین و تحرکات داشته باشه. پس هر عضو را که ما بعد ازی خواندیم، ما گفتم در انتریر میدیاستاینوم است یا میدل میدیاستاینوم یا پاستریر میدیاستاینوم یا در اپر میدیاستاینوم، شما در این مورد معلومات پیدا کردین. پس بیاین بحث بعدی که ما در این مورد مطالعه کردیم او بود قلب. قلب یک عضو عضلی مجوف بود که به می ترتیب که تعریف کردیم براتون. چرا ما عضلی مجوف گفتم؟ به خاطر که میبینین از اجواف ساخته شده. اینم من میخوام میره واس کنم یک بار شما داخل شبیه ببینین، چهار جوف داره، یک دو. اینی دو تا بالاییش به نام اتریوم یا اوزینات برش میگه یا دهلیس ها که شما گفتین. اینی دو تایش که در قسمت پایین است نامش از بطن ها یا نامش از وینتریکل. این دو تا میتریکل، این دو دانه اتریوم. اگر ما قلب به این ترتیب بگیریم، پس میفهمیم که رایت اتریوم، رایت وینتریکل و لفت وینتریکل، رایت اتریوم و لفت اتریوم، چهار جوف ساخته شده. یک چیز دیگه هم که زیاد های اهمیت است، از روی زی ما میتونیم زیاد ساختمان های قلب بشناسیم، او عبارت از greater circulation یا به نام nutrition circulation یا دوران کبیر که برش میگه، دوران تغذیوی، و همچنان یک دوران دیگه است به نام دوران صغیر یا به نام functional circulation هم برش میگه. در حقیقت قانون قواعد ای است، وقتی که سکنین قواعد دوران خون در قلب ما در وجود ما قسم است که وقت بطن چپ ما تقلص کرد، یعنی این بطن چپ بود تقلص کرد، سعی کنین خون وارد میشه و کجا؟ اینجا را شما ببینین در داخل زی اینی ساحه که من مارکر زدم، سعی کنین یک سراخ اینیست، این را نمیگم، اینی را که میبینین شما این در حقیقت میترال والو است که اتریوم با وینتریکل وصل میکنه، این را من نمیگم، من میخوایم اینی سراخ را بگویم که سعی کنین به طرف رایت در قاعده بطن چپ قرار داره، به طرف رایت و به طرف سپتوم اینی سراخ با کجا واز شده؟ با اینی چیز نام زینمی است اورتا. اینا وقتی که بطن چپ تقلص کرد اول خون وارد میکنه به کجا؟ به اورتا. اینا من سر زیر پس بپوشانم شما یک بار مشاهده کنین به این ترتیب، وقتی که بطن چپ تقلص کرد خون وارد میشه به اورتا. وظیفه اورتای ما چیست؟ وقتی که اینجا قرار داره اورتا وظیفه چیست که تمام وجود ما را ایروا میکنه. با کدام مکانیزم؟ ما بر شما گفتیم که اینی را نامش هست آرچ آف اورتا، قوس ابهر. به این ترتیب که از قلب خون خارج شد دور میخوره در آرچ آف اورتا. در آرچ آف اورتا شما میبینین یک دو سه دانه شعبات شریانیست، یکیش براش سفالیک، دیگهش لفت کامون کاروتید، دیگهش سب کلاویان که مربوط به هیدرونیک میشه و در هیدرونیک ما این را میخوانیم. اینا وظیفه ایروای هیدرونیک ما را داره. بعد از اون وقتی که آرچ آف اورتا پایین میشه به طرف پایین، این مثلا میشه من این میره یک شیمایش در تختام برتان بگویم، وقتی که به این ترتیب اینمی قوس ابهر باشه، این تدور کرد به این ترتیب، اینجا سه شعبه داشت، یک دو سه، بیشتر گفتم براش سفالیک ترانگ لفت کامون کاروتید و سبکلاویان آرتری. بعد از اون وقتی که پایین شد توراسیک اورتا را میسازه، همی دسندینگ پارتش توراسیک اورتا را، توراسیک اورتا، توراسیک اورتا، توراسیک اورتا وظیفه چی را داره؟ ایروای توراکس ما را. بعد از او اینا ببینین اورتا که پایین شد، اینجا مثلا نی باشه دیافراگم ما،
حجاب عجز، وقتی که از حجاب عجز سوراخ کرد عبور کرد، کجا میره؟ داخل بطن. پس نامش چی میشه؟ ابدومینال اورتا. ابدومینال اورتا اینی نامش است. ابدومینال اورتا، ابدومینال اورتا از نامش پیداست، سبب ایروای ابدومین ما میشه. به کدام میکانیزم؟ اینو بر شما گفتیم که سه شعبه داره. یک دونه ساختمانه که مثل شیردهن داره، مثل شیردهن آب، این مهمترین بخشش است. نام زی ناحیه که شیردهن آب مانند است نامش است سیلیاکوس ترانک. سیلیاکوس ترانک وظیفه زیره داره که ناحیه فارگات ایروا کنه. و کدام میکانیزم؟ اینو تو برتان گفتیم که یک دانه شیریان کلان خارج میشه، نامش است کامان هپاتیک آرتری. کامان هپاتیک آرتری تقسیم میشه به دو بخش. هیتو یک تایش بود چی نام داشت؟ آرتریا هپاتیکا پرپرا، و دیگه شان بود گاسترو دودینال آرتری. آرتریا هپاتیکا پرپرا به دو بخش تقسیم می شد، رایت و لفت هپاتیک آرتری. اگر اینجا در نظر بگیریم ماک جگر ما باشه، پس دو شعبه به لوب راست و چپ جگر داد، که باز هر شعبهش به لوب کاوداتوس و کوادراتوس جگر هم میره. بعد از اون شعبه دیگه که پایین می شد نامزیش بود گاسترو دودینال. گاسترو دودینال باز تقسیم می شد به پانکراتیک و دودینال آرتری، و همچنان یک شعبه دیگه به نام اومنتال آرتری. اومنتوم همراه با پانکراس تمام گیش ایروا میکرد. آیا چیز در اینجا دیده میشه که بطن توسط شروع نشه؟ بله، در نایه فارگات ما اسپلین هم موجود بود. پس یک شعبه از طرف چپش به این ترتیب خارج میشه و سبب ایروای اسپلین میشه که نامش است سپلینیک آرتری. بعد از او وقتی که ای پایین میشد ابدومینال اورتا تقسیم میشد به دو شعبه که نامش بود کامان ایلیاک آرتری. کامان ایلیاک آرتری شعبه انترنال داشت، انترنال ایلیاک آرتری و اکسترنال ایلیاک آرتری، که اکسترنالش به نام فیمورال آرتری و به این ترتیب به طرف پاهای ما میرفت. یعنی هدف از چی بود؟ هدف از این بود که دیدین تمام فشار بالای بطن چپ بود، بطن چپ که تقلص کرد بینمی سراخ خونه داد، ای انتقال پیدا کرد به اورتا، به آرچ آف اورتا، به نایه دسندنگ که توراسیک اورتا است، ابدومینال اورتا، بالاخره پایین شد به کامان ایلیاک آرتری. ای خون پاک بود، خون اکسیژن دار بود. وقتی شما میفهمین دیگه تبادله گازا در وقتی که اکسیژن برای یک قسمت از اجره به اجرات وجود ما رسید، کاربون دای اکساید خارج میشه. کاربون دای اکساید وجود ما توسط زی دو شیریان، دو ورید، سکنین یک دانش اینی، یک دانش هم ای. ببینین به کجا باز میشه؟ به ناحیه به دهلیز راست، به دهلیز راست باز میشه. پس تمام خون وریدی اطراف سفلی ما توسط انفریر وینا کوا آورده میشه به رایت اتریوم، و تمام خون وریدی قسمت بالایی اطراف علوی ما توسط سوپریر وینا کوا آورده میشه به رایت اتریوم. بعد از او که به رایت اتریوم آورده شد انتقال پیدا میکنه از اینی والف که ما و شما در مورد زی صحبت کردیم. میبینین اینی دریچه، این هم اینجا نشان میتونم براتون. نامزی هست ترای کاسپت، یعنی سه کاسپت داشت. ما ایره خواندیم از اتریوم، رایت اتریوم خون عبور میکنه از طریق ترای کاسپت میایه به رایت وینتریکال. وقتی که به رایت وینتریکال یا به بطن راست آمد، از بطن راست به کجا میره؟ از بطن راست توسط پلمونری آرتری. اینو شما ببینین وقتی که آمد به اینجا توسط پلمونری آرتری، یعنی چی مانا؟ این از اینجا عبور میکنه به اینجا. من کم بالا میگیرم که نمی سراخ معلوم شوه. اینی هدف عزیز، بطن راست ما خونه میده به اینی سراخ. نامزی هست پلمونری آرتری. پلمونری آرتری، این پلمونری آرتری میبره خونه به کجا؟ به ششها میبره. یک سوال خوب به ذهنم گشت، مطمئن هستم که یاد دارین، جوابش هم یاد دارین. پلمونری آرتری وقت ما گفتیم یکی از قواعد ما این بود که آرتری ها خون پاک داشته می باشه، این خون ناپاک داشت. چطور گپ است؟ به خاطر زی که سکنین اولین قواعد در مورد تفاوت بین آرتری و واینز، یعنی شریان و وریدها، ایست که هر آن رگ که به اصطلاح یامیانه از مرکز از قلب به محیط حرکت کرد نامزو میشه آرتری، و هر آن رگ که از محیط به طرف مرکز میامد نامش میشه واین. دوم باز مسئله خون پاک و ناپاکش است، ولی اینی را ببینین چون از مرکز حرکت کرده به طرف شش ها، این پلمونری آرتری وقت رفت به دو شعبه تقسیم میشه، یکیش به طرف یک شش ما میره به رایت، یک شما میشه به طرف لفت میره. به خاطر از این نامزی گذاشته شده آرتری، گرچه خون ناپاک داره. اولین شیریان در وجود ماست که خون ناپاک داره. از کجا این اورجن گرفت؟ از بطن راست. خون به کجا برد؟ به طرف شش ها. و خون کاربون دای اکساید داره به طرف شش ها برد.
بعد از اینکه ما به شش کاربن دای اکساید رفت، ما عملی اکسپایریشن میکنیم. اینی زفیر است. وقتی در انجام میدیم کاربن دای اکساید خارج میکنیم. شما که دوباره انسپایریشن میکنین، یعنی شهیق میکنین، به این ترتیب کش میکنین اکسیژن. اکسیژن وقتی در شش های ما رفت، توسط چهار عدد پلمونری واین، پلمونری واین این یک دانه، دو دانه، سه دانه، چهار دانه، اینی دو به طرف این طرف و دو دانه می طرف به کجا آورده میشه؟ ببینین به طرف اینه، به کجا؟ به لفت اتریوم آورده شد. خون پاک به لفت اتریوم از شش ها گرفته شد، اکسیژن اینجا آورده شد. بعد از این از اینجا عبور میکنه، آورده میشه به کجا؟ به طرف لفت وینتریکل. وقتی که به لفت وینتریکل آورد، پس همون سیکل تکرار میشه. این بود دوران کبیر و دوران صغیر. بعد از اون ما در مورد قلب قسم خواندیم، گفتیم قلب ما موقعیتش در داخل صدر ما قرار داره. در کجای صدر قرار داره؟ در میدیاستاینوم. کدام میدیاستاینوم؟ در قسمت میدل میدیاستاینوم. سکنین دکتر صاحبای عزیز، یک چیز عمده دیگه ایست که اگر شما موقعیت کوشش کنین موقعیت قلب از روی صدر کوستاها بشناسین، من اینمی ساحه را میخوایم اینجا ترسیم کنم کم کلانتر به شما بهتر معلوم شوه. این اگر شما در نظر بگیرین، این باشه استخوان استرنوم. این استخوان استرنوم، اینی را میفهمین یک دانه کلاویکل یک طرف و این طرف هم کلاویکل دیگه طرف. اینی هم باشه انگل آف استرنوم. این منبریوم، این بادی، این آیام زایفوید پروسس. ما سعی کنین از لاهای خود اگه حساب کنیم، این یک زل، این دو زل، این سه زل، چهار زل، پنج زل، شش زل، چند زل ما هم را با استرنوم چسبیده؟ هفت دانه، به خاطر که ترو ریپس ما برش میگفتیم. به می ترتیب اگه اینجا هم در نظر بگیریم، یک زل، ای دو زل، سه زل، چهار زل، پنج زل، شش زل و هفت زل، دین اینجا چسبیده باشه. بهترین کار چیز، روش بسیار عمده ای که در طبابت استفاده میشه به خاطر گذاشتن استازسکو، به خاطر شک کردن نواحی صدری، ایست که شما چهار پوینت در نظر بگیرین. پوینت اول، بگوین مسافه بین الزولی دوم طرف چپ یا انترکاستال اسپیس سکند طرف لفت. یعنی چی مانا؟ سکنین اینی زل، این مسافش زل، مسافش زل، مسافش، اینی ها مسافه بین الزولی میگیم. پس من میگم نقطه اول ما اینی، اگر حساب کنیم مسافه بین الزولی اول، این مسافه بین الزولی دوم، یک انگشت تانک شما اینجا بگذارین، یک انگشت ما 1.3 الی 1.5 سانتی متر است. پس اینجا این نقطه اول ما یادداشت میکنم، 1.1 کجا بود؟ مسافه بین الزولی اول نه، دوم طرف چپ، دومش مسافه بین الزولی دوم طرف راست. باز میگم سعی کنین یک ای دو، اگر انگشت خود بگذاریم باز 1.5 سانتی و طرف رایت، این دفعه طرف راست است. اینجا یک نقطه را من میگذارم. نقطه سیومی ما، مسافه بین الزولی پنجم طرف راست، 1 2 3 4 پنجم طرف راست. این اگر باز انگشت خود بگذاریم ما، یک انگشت به طرف لیترال ساید استخوان استرنوم. و بالاخره نقطه چهارمی ما، مسافه بین الزولی پنجم طرف چپ، 1 2 3 4 5، ای بار 8 سانتی متری کناره استخوان استرنوم. این تقریبا اینجا موقعیت قلب اینجاست. اگر من نقطه اول با دوم وصل کنم به این ترتیب، نقطه اول با دوم، نقطه دوم با سوم وصل کنم، سعی کنین این قاعده قلب، این ناحیه کناره راست قلب، اگر این را با این وصل کنم، این قسمت اپکس قلب در کجا قرار گرفت؟ در مسافه بین الزولی پنجم طرف چپ، 8 سانتی متر از کناره استرنوم به طرف دورتر. و بالاخره اگر من این نقطه را با این وصل کنم، کناره چپ قلب ما را بر ما داد. پس موقعیت قلب در روی صدر ای بهترش است. اگر یک تعریف داشته باشم، میگم قلب در میدل میدیاستاینوم است، در بالای دیافراگم قرار داره، در پاستریر ساید انتریر میدیاستاینوم، در پیش روی پاستریر میدیاستاینوم. میره به خاطر میگم که میدیاستاینوم را شما خوب بفهمین. و از روی صدر ما اینی یک ترسیم داریم براش که در اینجا قرار میگیره. بعد از اون ما در مورد وجوی قلب گفتیم. فکر کنین در انتریر سرفیس قلب، این قسمت پاستریر سرفیس قلب، ای قسمت بیسش، قایدهش، ای قسمت اپکسش و همچنان اینیام پلمونری سرفیسش، یعنی به طرف که به ششها چسبیده می باشه. شما در انتریر ساید قلب اینیا را خواندین. من گفته بودم یک انتریر انتراوینتریکال گروف. چی مانا؟ یعنی یک وینتریکال، ای دیگه وینتریکال، در بینش یک دانه گروف، اینه ای گروفش.
در بین گروهش چی قرار داره؟ شریان و ورید امنامش انتریر انتراوینتریکل آرتری اند وینز. اینا ببینین که از لفت کرونری آرتری که یک شعبهش هست. این یک اصطلاح. دوم شما خوانده بودین اتریوم وینتریکل گروف. میبینین اینی طولانی قرار داره اینجا اتریوم وینتریکل گروف است که توسط انفاندیبل ساختمان قیف مانند که ناشی از پلمونری آرتریس اینا در این ناحیه به دو شعبه یا دو ساختمان تقسیم میشه. اینی طرف شما میگیم لفت اتریوم وینتریکل گروف و این طرف چی میگیم رایت اتریوم وینتریکل گروف. در بینش چی قرار داره؟ شریان های امنامش که نام دیگه‌اش از کرونری آرتری. کرونری آرتری ها سبب ایروای خود قلب میشه. پس سعی کنین اینی رایت کرونری آرتری اینجا و اینجا هم لفت کرونری آرتری. خود از یام رایت اتریوینتریکل گروف و لفت اتریوینتریکل گروف. از طرف دیگه اینی ساحشه به نام انفاندیبل میگفت. یا اینا را آسان است یاد دارین مطمئن هستم و اگر ما در پاستریر سایت ببینیم بازم پاستریر intraventricular groove posterior atrioventricular groove شریان های امنامش در بین زینا سیر داشته می باشه. از طرف دیگه اینی lateral sideش بود که lateral sideش هم اتصال داره همراه با شش های ما. ای در مورد ساختمان های خارجیش و در قسمت قاعده قلب وقتی شما خواندین superior vena cava این ای وظیفش چیست؟ خون وریدی اطراف اولوی را جمع وری میکرد میآورد بر right atrium. inferior vena cava ایست خون وریدی اطراف سفلی را جمع آوری میکرد. به می ترتیب اینی چیز نامش بود اورتا. اورتا از لفت وینتریکل منشأ میگرفت، خون پاک به کل وجود میبرد. اینی چیز پلمونری آرتری وظیفه چی بود که از رایت وینتریکل منشأ میگرفت، خون کاربون دای اکساید دارم میبرد به ششها توسط عملی اکسپایریشن به این رقم ما خارج میکردیم. و اینی چهار دانه دوی طرف نامزنی ها از پلمونری واینز. پلمونری واینز هم وظیفه شی بود که خون شریانی یعنی پاک اکسیجن داره از شش ها انتقال میداد به این ساحه به لفت اتریوم که از لفت اتریوم به لفت وینتریکل میرفت و بالاخره به کل جای ها توزیع میشد. پس من حس میکنم که طولانی تر شوه شاید لکچر. در لکچر بعدی انشاءالله ما ساختمان داخلیش در تطبیقات بعدی میخوانیم. وقتتان خوب و خوش.